سلام، حال شما چطوره؟ کسرا افروخ هستم، میشناسید منو. من یه ایده داشتم که یه کمپانی در واقع موفق شده حالا این ایده رو اجرا بکنه، بسازتش و نهایتاً به چیزی که الان میخوام معرفی کنم خدمت شما رسیدیم. یه شطرنج خیلی خاصه. شطرنج رو احتمالاً خوب میشناسید. من شروع میکنم به چیدن مهرهاش و حین چیدنش توضیح میدم که این شطرنج جدید چه فرقی با قدیمیاش داره. شروع میکنیم به چیدن مهره ها. بازی شطرنج بازیه که خب در هند اختراع شده و در مقابل هم بوزرج و مهر ایرانی تخت نرد رو ساخته. این بازی میدونید یک بورد داره، ما بهش میگیم صفحه شطرنج. این بورد 16 تا مهره یه طرف چیده میشه و 16 تا میجا 8 تا پیاده و بقیه مهره هم که افسرها هستن. توی این بازی کسی که میخواد استارت بکنه باید با مهره سفید شروع بکنه که بتونه به اصطلاح سیستم جوابگو باشه. اگر بخواید نرمال بازی بکنید، یعنی دو نفر به طور متعارف همون روش سنتی، مهم نیست که کی چه رنگی برمیداره، ولی اگر نفر دومی که میخواد بازی بکنه موجود نباشه، بخواید شما با خود دستگاه بازی بکنید، باید با سفید شروع کنید. خب حالا من ادامه میدم چیدنشو. ما باید 8 تا سرباز رو اینجا بچینیم، قلعه رو اینجا بذاریم، سربازها، قلعه، فیل، وزیر، شاه، اسب، سرباز، فیل و اسب. خب حالا این بازی به این ترتیبه که من میتونم یه دوستی رو مثلا اون ور دنیا انتخاب کنم و توسط اپی که در واقع وجود داره، این برنامه این اپ هست که اوکی. ببینید این چیدمانی که من اینجا دارم همینجا موجود هست. دوستی که من دارم اونم میتونه عین این اپ رو اینستال بکنه و بعد ما با هم بازی بکنیم. حرکات فیزیکی ما منتقل میشه توسط اینترنت به اون اپ، حرکات اون دوستم توسط اپش از طریق اینترنت منتقل میشه به من و روی این بورد. من نیازی دیگه حالا به اپ ندارم. در واقع الان این دستگاه خودش یه اپه، یه اپ هم که اونجا داریم. حالا من میخوام با خود بورد شروع کنم بازی کردن، اصلا کسی دیگری هم نیست. زمینه که این دستگاه میتونه من آموزش بده، اگر شما حرکات اولیه شطرنج بلد باشین میتونید به راحتی با خود بورد بازی کنید و خیلی هم این دفعه قشنگتر و جالبتره. ببینید حالا من چیکار میکنم و این چجور جواب میده. به عنوان مثال من سرباز شاه هم رو دو خونه میرم جلو و منتظر میشم که بورد جواب منو بده. به طور روباتیک مهره رو تکون میده، میاره جلو. عین همین حرکت رو اپ هم منتقل شده. حرکت بعدی من به عنوان مثال حرکت اسب من هست. اسب سفید رو حرکت دادم، اونم سربازش رو حرکت داد. به عنوان مثال حالا من یه حرکت اشتباه میخوام انجام بدم، مثلا اسب رو میام میذارم اینجا، این صدایی که میکنه یعنی که اشتباهه، پس من اینجا نمیتونم برم. مثلا اینجا ببینیم اون چیکار میکنه. اونم اسبشو حرکت داد، در خونه مورد نظر قرار داد. من اینجا این سرباز رو میزنم و میذارم اینجا، اونم سرباز منو زد.
سرباز رو از بازی خارج میکنه. ببینیم با چی زدش، با سرباز زد یا اسب؟ با سرباز زدش. خب حالا اگه بخوایم بازی رو ادامه بدیم مفصله. من همینقدر بگم که الان این بورد در بازار موجود نیست و باید سفارش داده بشه. قیمت خودش حدوداً 750 دلار هست. البته اگه خب تعداد بالاتر باشه ارزون تر میشه، ولی فعلا 750 در نظر میگیریم و با هزینه حملش حدود 150 دلار تو خاورمیانه و حدود 250 دلار تا آمریکا اروپا هزینه داره. این قیمت ممکنه حالا بعداً افزایش پیدا بکنه. فعلا 750 دلار رو به عنوان پایه قرار دادیم و فقط بر اساس سفارش اینو میفروشیم. این بدنش الان چوب رز هست. میتونید اینو تغییر بدید به متریال دیگر و اپش هم که هست میتونید اینستال بکنید از پلی استور. میتونید آموزش ببینید شطرنج هم با خود این، و خیلی هم خوب چیز خوبیه برای اینکه در واقع سرگرم بشید و کسی هم جلوتون ننشسته که از بازیتون ایراد بگیره. اگر خواستید به من پیغام بدید تا براتون شرایط ارسالشو عرض کنم. مرسی، متشکرم، خداحافظ.